سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو تحت موضوع جهاد خدمتتون عرضه میکنیم و اینکه قرآن جهاد رو چطور میبینه و جهاد از دید به اصطلاح عرف به چه صورت جا افتاده. در مورد خوف صحبتی کردیم در گذشته و خب این دوتا یه مقدار با هم ارتباطاتی میتونه داشته باشه، خوف از خداوند و اینکه خب حالا که من هم مؤمن هستم پس اگر که کسی از خداوند خوف داره باید از من مؤمن هم خوف داشته باشه، و اگر خداوند گفته که با جهاد با کفار بکنید در نتیجه من هم به عنوان یک مؤمن با کفار باید جهاد کنم، یعنی بجنگم. خب اینا سوالات مختلفی در حول و حوش کلمه جهاد وجود داره و همش در حالت بیشتر اونچه که در عرف جا افتاده و استفاده میکنن اینی که بزن و بکش هست به قول معروف. و حالا سوال اینجاست که آیا واقعا منظور از خداوند موقعی که از جهاد صحبت کرده این بوده؟ و باز مسئله عشق و اینها مطرح میشه که خب خداوندی که مهربان هست بهتر است که در ارتباط با عشق بیشتر و محبت صحبت کرد. خب و همون جوری که عارفان در این مورد صحبت کرد. مجموعه سوالاتی است که فکر کردیم. خب آقای بازرگان همراهی کردن ما را در بحث در ارتباط با خوف و ببینیم خب جهاد رو چطور میبینیم. احتمالاً اینها نکات مشترکی در مفهومشون وجود داره و شاید اونا رو بتونیم باز کنیم. خیلی لطف کردید آقای بازرگان، ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند رحمت گستر بر عام خاص، با سلام خدمت بینندگان گرامی. عرض کنم که در مورد این سال میگن هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. در واقع برای مکتب فکری یا تاریخ ملت موقعیت‌های متفاوتی پیش میاد که نوع برخورد با اونها الزاماً یکی نیست. باید دید که مسلمان‌ها تو چه شرایطی بودن، یعنی اسلام در چه شرایطی پدید آمد و چه عکس العمل‌هایی رو ایجاب می‌کرد. میگن که اگه یه خونه آتیش بگیره همه اهل خونه اگه مشغول کتاب خوندن و شعر و ادبیات و عرفان هم باشن باید بلندشن آتیش رو خاموش بکنن. فعلا اولویت برای اینه که اصل و اساس در خطره، یه خانه با همه اهلش در معرض خطر قرار گرفتن، ولی ممکنه در یه شرایط دیگه آرامشی باشه که خب بشینن و گل بگن و گل بشنون. بنابراین باید توجه کرد که این سخنانی که در قرآن اومده در چه مقطع تاریخی هست. پیامبر اسلام که در اون 13 سال مکه که با کسی جنگ نکردن، به کسی هم تو نگفتن مسلمانان، اینها در برابر یه نظام بت‌پرستی تاریخی قرنها و هزارها قرار داشتن. قیام کردن که بگن این از بت‌ها کاری بر نمیاد، چیزایی که خودتون تراشیدین، بت‌های سنگی یا چوبی، به خدای یکتا ایمان آوردن اینا. خب با تمام وجود میخواستن ریشه‌کن بکنن. تعداد قلیلی بود پیامبرم تا 2-3 سال که پیامبر اسلام دعوتشون رو علنی نکرده بودن، مخفی بود و بعدم با 1-2 نفر و خیلی قلیل اونا رو سخت زیر شکنجه قرار دادن، یه دی زیر شکنجه کشته شدن، مثل سمیه ها و پدر یاسر و مادر اون. و به هر حال پیامبرم برای حفظ جان یارانشون چندین بار اینا رو هجرت دادن به حبشه، پادشاه مسیحی که تو حبشه بود. بعدم چون خود پیامبرم میخواستن بکشن، سال 13 شبانه مکه رو ترک کردن، هجرت در واقع، در واقع اینا فرار از خطر جانی دیگه.
پس مسلمان ها که با کسی جنگ نداشتن که بگیم خشونته، این حق رو داشتن که آرمان مستقلی انتخاب بکنن، به خدا یکتا باور بیارن، در حالی که خب تو اون جامعه غیر از این بوده. اونا جنگ داشتن، اونا شکنجه میدادن، بعدم که رفتن مدینه دست سرشون بر نمی داشتن. جنگ بدر در واقع همون مشرکین مکه بودن آمدن جنگ رو شروع کردن، یا احد هم در واقع همینطور از اون طرف آمدن دیگه. جنگ احزاب که همه گروه ها و قبائل مختلف محاصره کردن مدینه رو، خب اینا چی کار باید میکردن؟ تازه پیامبر اسلام هم که رفتن تو مدینه، اول کاری که کردن عقد قرارداد مسالمت، صلح همزیستی مسالمت آمیز با همه قبائل یهودی اطراف بود، قبیله بنی قریظه، بنی قینقاع، بنی نظیر و قبایل دیگه، که ما با کسی سر جنگ نداریم، شما خداپرستین، موحدین، ما از همه به شما نزدیکتریم، اونا که بت پرستن. یعنی ایدئال مسلمان‌ها این بود که با یهودی‌ها یکی بشن. چه دعوتی، اصلا قرآن میگه که بریم با اهل کتاب یکی بشین، قل تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم، با اونا بگو که بیایم پیرامون سه اصل مشترک با هم وحدت بکنیم، الله نعبد الا الله، جز خدا نپرستیم، شرک نبرزیم، دنبال این اربابای دنیا هم نباشیم. خب اینا که با کسی جنگ نداشتن، حالا منطقا واقعا با چی کار میکردن؟ باید از خودشون دفاع میکردن، میجنگیدن با چنگ و دندون، یعنی باید میمردن دست به اسلحه نمیبردن، اینطور که الان این حرفا رو میزن تو قرآن از جهاد و قتال و نمیدونم این حرفا اومده. خب چی کار باید میکردن؟ این حق مسلم انسانه که بخواد پای عقیده خودش قرار بگیره و از خودش دفاع بکنه. حالا میگن که چرا مثلا حضرت عیسی نجنگید؟ خب حضرت عیسی باید پرسید که چند سالگی از دنیا رفت، حالا یا مصلوب شد یا به هر وضعی، 33 سال ظاهرن یا 35 سالگی یا 33 سالگی حضرت عیسی میگن به هر حال پایان در واقع اون مأموریت بود. امت مسیحیت بعد از اون تأسیس شد، زمان حضرت عیسی نبود، از کی میخواستن دفاع بکنن؟ تازه تو خود انجیل هم هست، من دو جاشا خیلی جا هست یادداشت کرده که کاملا نشون میده که حالت آماده باشه برای جنگ، برای درگیریه. یکی کتاب متاست آیه 34 میگه گمان نبرید که آمده ام تا صلح و آرامش را بر زمین برقرار کنم، نه، آمده ام تا شمشیر را برقرار نمایم. فکر نکنید که با سلام و صلوات و با همین صلح و آشتی مسائل درست میشه. هر کی میگه هر چی داره لباستونم بفروشید برید شمشیر بخرید. یا در لوقا 12:50 میگه که من آمده ام تا روی زمین آتش داوری بیافروزم. آیا تصور میکنید که آمدن من باعث صلح و آشتی مردم با یکدیگر میشود؟ نه، بلکه به خاطر من با یکدیگر اختلاف پیدا خواهند کرد، خانواده ها از هم پاشیده خواهند شد. مفصل آخرش هم میگه نمیخواهید درک بکنید که رویدادهای حاضر چه بلاهایی را هشدار میدهد؟ یعنی وقتی که احساس خطر میکنه، خطر سرکوب، که آزادی مردم رو برای به سمت خدا یکتا رفتن دارن نادیده میگیرن، خب هر انسانی باید از خودش دفاع کنه. اتفاقا جالبه همین چیزی که در انجیل هم هست، نمیخوام بگم که این جنگ طلبیه، قرآن هم همینو تأیید کرده راجع به حضرت عیسی، میگه فلان ما احس عیسی منهم الکفر، وقتی که عیسی با تمام وجود احساس کرد انکار اینا رو، مقابله اینا رو، قال من انصاری الی الله، اعلام کرد که کی نصرت دهنده من در راه خدا. قال الحواریون نحن انصار الله، حواریون اعلام کردن ما ناصریم، ما نصرت بخشه. نصرت برای چی؟ همه اونها رو هم تشویق کرده بود برید اسلحه بخرید دفاع بکنیم، این حق اولیه انسانه که بخواد از آزادی خودش دفاع بکنه. اتفاقا اسم نصارا که قرآن گذاشته روی مسیحی ها، البته مسیحی ها منتسب به شخص میکنن دین مسیح یا مسیحیت، ولی قرآن میگه نصارا، یعنی اونچه که مهمه نصرت دادن این پیامبره، حمایت از او هست در راه خدا. گفتن
میگه من انصاری الی الله، قال الحواریون نحن انصار الله، همه اینو گفتن ما یاران خداییم. این نام قرآن در واقع برگزیده روی این در واقع شریعت قرار داده. در واقع عارفان ما هم حالا این سوال مطرح میشه که چرا مثلا حافظ نجنگیده، چرا مولوی نجنگیده، این دین برتره، دین عشق، دین مثلا عرفانه. خب باید دید که اینا در چه دوره بودن. حافظ، سعدی، مولوی، اینا همون قرون 7 و 8، یعنی 800 سال قبل در دوران ایلخانان، در دوران مغولا بودن. چیکار میخواستن بکنن اونا؟ مثل امروز که نبوده جامعه مدنی باشه و دفاع بکنن. اینا در درون خودشون رفتن. کی میتونست در برابر چنگیز و هولاکو خان بخواد بجنگه؟ تشکل مردمی وجود نداشت، دولتی وجود نداشت. این دلیل نیست که بگیم اونا چرا نجنگیدن پس لابد اون دین برتره. چقدر حدود چند قرن مملکت ما زیر رسوم ستوران چنگیز و مغول و اینها بودش. برحال آتیش زدن و قتل عام کردن همه کشورهای اسلامی رو، رفتن تا برحال قسمت های جنوب و غرب و همه جا رو از بین بردن. بنابراین در واقع به این دلیلم نمیشه گفت که چرا تو قرآن مثلا از جنگ و قتال گفته که در همون تأسیس یه امت بوده که بعد از خودش دفاع میکرده. چرا مثلا حالا یه کلمه در مثنوی مولوی از جنگ نیست که اتفاقا خیلی هم هست. اونم میگه که شکوه و مثلا سطوت دین ما در جنگ، در دفاع. اونا هم دار، ولی خودشون مرد جنگ نبودن، مرد سخن بودن و اون روزگار غیر از این در واقع ایجاب نمیکرده. اشاره کردید آقای بازرگان به عارفان اسلامی. خب اینها با احتمالاً معنی جهاد رو فهمیده بودن در قرآن و شاید اون جهاد با نفس رو که خیلی از اینها در اشعارشون به کار بردن، مسلماً اون رو زیربنای به اصطلاح تفکر اسلامی میدونستن و عرفان رو بر مبنای اون میذاشتن که باید یک همچین زیربنای قوی که جهاد با نفس هست رو پیگیری کرد. به نظر اینطور نمیاد؟ ببینید، اولا خود این مطلب باید دید که مولوی از کجا آورده. اینو از سخن پیامبر دیگه، معروفه که میگن وقتی که مجاهدینی از جبهه برمیگشتن پیامبر اسلام بهشون فرمود که رجعتم من الجهاد الاصغر، از یه جهاد کوچک برگشتید. حالا یه جنگ بزرگی با سپاه روم ظاهرن بوده، نمیدونم کدومه کردین جنگ رو فکر میکنم اون بود. و علیکم بالجهاد الاکبر، بر شما باد وظیفه، شماست به جهاد اکبر. همه تعجب کردن دیگه، کی؟ روم ابرقدرته دیگه، بعد از این کیه که اون اکبر؟ میگه جهاد با نفس خودتون، این که ساده است، این که در واقع کوچکه. این سخن پیامبری که حالا مولوی یا دیگران هم بهش استناد کردن. اصلا این تفکیک که مثلا اینا یه سخن دیگه ای داشتن، خود درباره مولوی گفتند مثنوی او چو قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مزل، مدلش در واقع قرآن بوده، از اون گرفته. یا حافظ که قرآن رو میگن به 7 روایت حفظ بود، با 7 گویش مختلف، حالا بصری، کوفیه، یعنی اینا تو همون فرهنگ زاده شدن، در همون چارچوب های اندیشه حاکم بر قرآن بوده که شکل گرفته اندیشهشون و عرفانشون. چیز جدایی نیست که بگیم حالا چرا مثلا قرآن روی بخشیش راجب جهاد و این حرف هاست، ولی توی این کتاب های ادبی و عرفانی ما صحبت از اینا نیسته. خیلی متشکرم. من برمیگردم بیشتر ببینیم مورخین، حالا درست هست یه تاریخ همیشه مورد سوال هست دیگه، که خود ماکس وبر به نظر میاد که گفته که نمونه آرمانی یک مسلمان یک انسان شمشیر به دوش است و ابن خلدون هم به نظر میاد گفته که فضیلت انسانی، فضیلت یک جامعه فقط با شمشیر بوده است. و اینو نگاه کنیم میبینیم که
این خودشون رسونده حتی عربستان که خودش رو به اصطلاح صاحب اسلام میدونه، پرچمش هم نگاه کنی به دوتا شمشیر کنار هم گذاشته. حالا اینا رو همه رو که کنار هم میذارین و قرآن رو هم اگه درست متوجه نشدین که نه متوجه آدم نباشه که موقعی که از مجاهدین صحبت میکنه که از مال و به اصطلاح فرزند و اینها بگذارید و برید بجنگید، بله درست، و بزنید و کفار رو هر جا دیدید و اینها. حالا آیاتشو میخونیم با هم. یه حالت شمشیری داره و رنگ به اصطلاح به قول معروف رنگ خون داره. بله. خب اینها اون چیزی که جا افتاده در تاریخ هم هست، احتیاج به بازبینی داره که تا چه حد اینها درسته. بله، من یادم چند وقت پیش کانال تلویزیون رو گرفته بودم، بله مرتب میگفت آقا این کتاب قرآن همش قاتلو قاتلو، همش بکش بکشه، همه این کتاب اینه. من بررسی کردم، من همون موقع مراجعه کردم یه نگاهی که به تعداد واژه ها نیا کردم، کل کلمه جهاد در قرآن از 70,000 کلمه که هست، البته جهاد به معنای جد و جهد و کوشش هم هستی که تو فارسی هم میگه، ولی جهاد به معنای جنگ فقط 30 باره. کلمه یکی قتال اومده که میگفت همش این کتاب قاتلو قاتلو و ایناست. نگاه کردم قتال که باب مفاعل به معنای جنگه 90 تا اومده. گفتم حالا جهاد و قتالم با هم جمع بکنیم، اون چی که جنبه به اصطلاح جهادی و اسم خشونت اسم شروعش میذارن. نگاه کردم دیدم که به ازای هر 6,000 کلمه‌ای که تو قرآن اومده، خوب دقت کنید، اگه تعداد کلمات قرآن و کلمه با جمع جهاد و قتال کمتر از 1:6,000ه، یعنی انصاف رو میخوام بگم اگه کسی محقق باشه نگاه بکنه که چه واژه‌هایی تو قرآن اومده، حداقلش اینه که یه نگاه آماری بکنه دیگه. بعد فکر کردم که خب حالا با آیات بگیم، نه تعداد کلمات، آیه یه خط دو خط پنج خط ده خط، نگاه کردم دیدم در هر 52 آیه قرآن در یکیش کلمه مربوط به جنگ آمده، حالا قتال یا جهاده. یعنی از هر 52 کلمه میشه چیزی کمتر از 2% قرآن، کمتر از 2% قرآن یه اشاره یه کلمه توش، نه اینکه بگم یه آیه است در این مورد. آیا به عنوان مثلا یه امر آماری در مقایسه با ضرورت ارتش برای جامعه؟ الان بسیاری از کشورهای دنیا حتی شاید بیش از 50% بودجهشون رو صرف تسلیحات نظامی میکنن. امریکا چند درصد؟ من مال امریکا یادم نیست. حداقل یه چیزی حدود 20-30% توجه جامعه، بودجه یه جامعه صرف ارتش میشه. حالا تو یه کتابی اگه 2% به این مسئله توجه کرده باشه، اونم شاید این 2% هم 1.9% یعنی 1.9 از 2% راجب دفاع در واقع که چرا دفاع نمی کنی، چرا همت به خرج نمیدین. آیا این انصافه که اون وقت خودم بگین کتاب مثلا راجب جنگ قتال نادیده بگیره بقیه مسائل رو؟ یعنی تنها کسانی که از عینک خشونت و جهاد میبینن اون نیست، یه کسانی هم با عینک فقاهت میبینن، فکر میکنن اصلا دین خلاصه شده در احکام شرعی، شلاق زدن، نمیدونم کشتن، نمیدونم، همش فقط شکل ظاهره. در حالی که اون آیات هم شما جمع بکنین، آیات مربوط به احکام میشه 3% قرآن. یعنی 3% بعد حقوقی داره، بعد نظامات کیفری مثلا داره، ولی چون از اون زاویه نگاه کردن به کتاب اسلام و دین رو فکر میکنن که همش فقهه، فکر میکنن که کل دین همون درسه فقه اصولیست که تو حوزه دارن میخونن، همه دین خلاصه شده به همین آداب ظاهری، کاری ندارن اون کسی که نماز میخونه معنای نماز رو میفهمه چی داره میگه، اون اصلا مهم نیست، مهم اینه که دست درکت نکنه، پاتون جیری باشه، لاک
ناخون بزنی وجود باطل و همش این ظاهر گرایی ها. دین خلاصه میشه در احکام شرعی، در اجرای احکام. ما مراقبیم، ما مسئولیت داریم، کسی چپ نره راست نره، احکام پشت سر هم شداد و غلاد، اگه روسری اینطوری بشه، اگه نمیدونم این حرکت رو، اگه این حرف رو بزنه، این ارتداد، که اصلا این حرف ها تو قرآن نیست، اصلا ارتداد نداریم ما در قرآن. سنگسار اصلا سراسر قرآن نه ارتدادی وجود داره نه سنگساری وجود داره، بلکه برعکسه، هم چیزایی نیست. یعنی همون خطری که وجود داره یه عده قشری ظاهرگرا که تمام دیدشون از پشت عینک فقط فقاهته، اسلام و دین اونطوری میبینه، همین خطر هست برای کسانی که اهل مطالعه نیستن، فقط یه چیزی چهار تا فحش و چهار تا اظهار نظرهای سطحی در مورد یک دینی چیزی خوندن میخوان اظهار نظر بکنن. اگر کسی اهل تحقیق باشه باید جامع ببینه، حداقل یه بار یک کتابو از اول تا آخر بخونه تا بفهمه این کتاب از چی داره صحبت میکنه. یه داستانی داره مثنوی، داستان پیران، پیر، پیل، ببخشید اشتباه گفتم، پیر، پیل یعنی هم فیل که ما میگیم. یه ده میگه شب بود یه فیلی رو از هند آورده بودن، از هندوستان، توی خونه ای، خانه حتما بزرگی بوده دیگه، نمیدونم، حتما یه انباری جایی، اون موقع هم چراغ برق نبوده که روشن کنم. میگه یه دهی رو بردن، خب ایرونی های اون موقع هم لابد فیل ندیده بودن دیگه، البته قصه هست دیگه داستانه. بعد اون وقت وصف هر کدوم اینا رو از اون فیل بیان کرده، اونی که به پای فیل دست داده میگه فیل مثل ستونه، اون کسی که به نمیدونم گوشش دست داده میگه مثل باد بزنه، اون که به پشتش میگه فیل مثل تخته، اون که به نمیدونم خرطومش مثل لوله است. یعنی این جزنگری ما رو، یعنی حداقل یک وجدان بیدار، یک به اصطلاح روحیه تحقیقی در یه شخصی باشه، همینجوری تیری در تاریکی نمیندازه، حداقل بررسی میکنه که قرآن 114 تا سوره داره، یکیش سوره توبه است که راجع به کسانی است که نقض عهد کردن، میگه اگر اینا با هم همزیستی مسالمه آمیز برنگشتن نبرد بکنید. بقیه رو آدم نادیده بگیره، خب به نتیجه درست نمیرسه، ممکنه خودش رو فقط راضی کرده باشه. خیلی متشکر، شما اشاره کردید، من میخواستم همین سوال رو بکنم در ارتباط با سوره توبه. درسته این آمارایی رو که شما گفتید خیلی روشنگری میکنه، هیچ شکی درش وجود نداره، ولی میبینیم که بعضی وقتا همین سوره توبه که اشاره کردید خیلی حالت در ارتباط با مشرکین خیلی حالت چیز داره، خشونت ازش در میاد و حتی حالا نمیدونم این دلیل داره که مثلا سوره هم هست که تنها سوره یه که بسم الله الرحمن الرحیم هم شروع نشده باش. بله. حالا آیا این عمدی بوده درش که این رو خواستن خیلی توجه بهش بدن از بود دیگری؟ بله، تنها سوره ایست در قرآن که بسم الله الرحمن الرحیم نداره، دلیلم هست. وقتی که فرض کنید یه معلمی وارده یک کلاس میشه، میبینه همه به جون هم افتادن دارن دعوا میکنن، الان معلمی که عادت داره همیشه میاد با لبخند وارده کلاس میشه، یه سلامی میکنه به همه بچه ها، روزتون بخیر، یه مرتبه وقتی میبینه که چه آشوب پا کردن از در وارد میشه، میبینه اول یه توپ و تشری میاد، اول دیگه با لبخند نیست. حالا این سوره توبه هم سوره نهم قرآن از اول بحث عهد شکنیه مشرکین رو مطرح میکنه، میگه براءت من الله و رسوله الا براءت من الله و رسوله الا الذين عاهدتم من المشركين، راجب عهده، راجب پیمانه. خیلی ها فکر میکنن که این سوره، این شداد و غلاظ بودنش به خاطر شرک اوناست، چون بت پرستن، عقیده ندارن، میگه اینو براءت، تکلیفتون رو باید با اونا روشن بکنید. نه، میگه اونهایی که باشون عهد بستین عهد شکنی کردن. بلا فاصله آیه چهارم همون سوره، آیه هفتم سوره، آیه یازدهم سوره میگه الا الذين عاهدتم من المشركين، مگر اون مشرکینی که باشون عهد بستین، لن ينقصوكم شيئا، نقض عهد نکردن، هیچ چک از بندهای این قرارداد صلح مسالمت آمیز رو نفی نکردند،
فاتموا الیهم عهدهم الی مدتهم، تا پایان مدتی که این عهدنامه است شما پایبند باشین. خداوند متقین رو دوست داره، اونا تقوا یعنی سلف کنترل، اینا تونستن پایبند باشن به مقررات خودشون. یعنی هم آیه چهارمش و هم هفت و هم تا یازده توضیح میده که کیا مورد نظرن. تو یک نظام قبیله‌ای 14 قرن گذشته که همه در حال جنگ و غارت بودن، فقط در صورت یک قرارداد و یک پیمان صلح که با هم میزیستن، وقتی یه قبیله‌ای به هم میزنه میره با دشمنان این طرف همکاری میکنه یا تعرضی میکنه، خب چیکار باید کرد؟ دنیا امروز به کلی متفاوته. تازه به اونا نمیگه که اینا رو بیرون کنین، بزنینشون، بکشین. همون اول سوره توبه میگه فسیحو فی الارض اربعت اشهرن، 4 ماه اینا فرصت دارن تکلیفشون روشن کنن. یعنی بت پرستن، مشرکن، تو مکه هستن. میگه تو این 4 ماه تکلیفشون روشن کنن، میخوان پایبند یک قانون و مقررات باشن یا نه. اگر 4 ماه هم گذشت، یعنی این نیست که فردا اینا رو بیرون کنی یا بجنگین. اگر حاضرند خب باشن، وگرنه در اون دوران عدم تعهد به یک پیمان همزیستی معنیش اعلام جنگ بوده، یعنی در واقع کافر حربی تلقی می شدن. اون وقت اونا میگه مادامی که با شما می جنگن بجنگین باشون، از هر جا شما رو بیرون کردن از همونجا بیرون بکنه. یعنی یه نگاه منصفانه وقتی که به همین آیات سوره توبه که شداد و غلاظ ترین آیه سوره قرآنه از نظر در واقع مواضع جنگی نگاه کنیم، به نگاه بدون پیش داوری به وضوح با دقت میشه فهمید که کیا مورد نظرن. و در دنیای امروز هم هیچ کسی تأمل نمیکنه اگر کسانی بخوان همچین رفتاری داره. حتی تو امریکا هم حتی کسی مالیات نده چیکارش میکنن؟ زندان خیلی طولانی هم هست، یه قوانین و مقرراتی داره که باش نمیشه برخورد کرد. مگه کسی میتونه توی مملکتی که قانون هست گردن کلفتی بکنه؟ تازه حالا اینجا که فرصت هم نمیدن، همون روز دستگیر میکنن برای فقط مالیات ندادن. اونا میگه 4 ماه وقت دارن که موضع خودشون رو روشن بکنن، میخوان زیر بار این قرارداد و پیمان باشن یا نه. خب اگر نباشه که اعلام جنگ دیگه، که میگه شما هم باشون مقابله بکنید. پس یه کانتکستی داره دیگه، یعنی در یه قالب، یعنی نمیشه این آیه رو جدا کرد و گفته بریم بزنین و بکشین و بلرشون در بیارن. دقیقاً همینطوره. حالا شبیه اینم آقای بازرگان سوره نساء هست به نظر میاد. سوره نساء آیه 89 بله بله. که میگه فحزوهم وقتلوهم حیث وجدتموهم، که اشاره به کفاره و شاید حالا منافقین اینکلود باشه یا نه، که اینا رو هر جا دیدید بگیرید و بکشیدشون، درست؟ خب اینا هم باز سؤاله که آیا این بکراندی پیشینهی داشته در این مورد؟ حتما هم داشته. یه دفعه که نمیگه آقا اینو اگه گرفتی شما، پس اگه این دستور باشه الان کسانی هم که همین اعتقاد رو دارن چپ و راست ممکنه انسانها رو بگیرن و بکشن دیگه. یعنی این شکی نیست و اجرام داره میشه، در بعضی جوامع میبینیم این کار رو انجام میدن. بله این درست همونه، میگه کلو وشربو، میگن آیه قرآن هست که در واقع میگه کلو وشربو ولا تسرفو، میگه که قرآن هم گفته که بخورید و بیاشم بدیه، با دنبالش همون هست چه کسانی هست. درست مثل اینکه تو روزنامه یه خبری بخونیم مثلا دولت اعلام کرده تو امریکا این وانتد اون موقع بود، هر وقت هر کس هر جا اینو دیدین مثلا دستگیرش کنین بکشید، ولی کل خبر آدم میخونه میبینه یه قاتل جنایتکاری که مثلا تعداد زیادی رو کشته فرار کرده از زندان، آمده حالا در صدد مثلا یک کشتار دیگه هم هست. خب اگه آدم قبلش رو نخونه بعد رو نخونه، فقط بخواد داوری کنه که نوشتن که این هر جا دیدید مثلا هر کسی دید این رو مثلا دستگیرش کنه بکشه. حالا اون آیه آیه 89 به بعد سوره نساء در واقع راجب منافقین مسلح محارب، حالا امروز یه نفاق یه معنی خاص داده، تا منافق میگن گروه های سیاسی مخالف خاص به نظر مردم میاد،
اون موقع منافق منظور در واقع همون دشمنانی بوده که زیر ماسک دین، ماسک اسلام آمده بودن به عنوان نفوذی، خطرشون بدتر از در واقع مخالفین بود. میگه اینا اگر حاضر نشدن دست از سر شما بردارن، اگه حاضر نشدن با شما صلح بکنن، اگه ادامه دادن هر جا دیدینشون دستگیرشون بکنین. یعنی موزه جنگه، یک کسی که داره می جنگه و حاضرم نیستش که کوتاه بیاد آتش بسی بده بپذیره صلحو. چند بارم تو اونجا تکرار کرده، میگه این قانون برای کسانی است که حاضر نیستن، یعنی این توصیه برای کسانی است که به هیچ وجه. حالا میگه اگر ان تزلوکم، اگر از شما کنار گرفتن، ولم یقاتلوکم، دیگه نکشتن شما رو، فخلو سبیل هم، آزادشون بذارین، کاری به کارشون نداشته باشید. حتی نمیگه تصفیه حساب گذشته رو بکنید. و حتی جالبه که میگه که اگر یسلون الی قوم بینکم و بینهم میثاق، حالا اگر همینا که شما رو کشتن با شما جنگیدن پناهنده شدن به یه ملتی، به یه قومی که بین شماها و اونها پیمانه، پیمان یعنی به هر حال پیمان سیاسی، پیمان صلح، یه کشور دیگه به تعبیر امروز، میگه حق ندارین تعقیبشون بکنید، چه برسه که بخوام کسی رو بفرستن بکشم اونجا رو. یا میگه یا به شما بگن که ما دیگه تو اون خط نیستیم، او جاؤوکم حسرت صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلو قومهم، ما دیگه خسته شدیم، به اصطلاح بریدیم گروه های مسلح مخالف، حق ندارین دیگه تعقیب بکنین. خیلی نکته مهمی ها، میگه اگر پناهنده شدن به جای دیگه، چون ارزش ارتباط سیاسی و پیمان شما با کشورهای دیگه انقدر اهمیت داره که میپوشونه اگر مخالفین شما، دشمنان شما به اونجا پناهنده شدن، حق ندارید اینا رو تعقیب بکنید. حالت دوم این که اگر خودشون موضع بیطرفی اتخاذ بکنن، بازم حق ندارید بگی نه نمیتونید، قبول نداریم. این دو حالت هم تازه تو همین آیات آورده که هیچ جای دنیا هم چنین چیزی نیستش. کدوم کشور پیشرفته مادر میگه نه تو مثلا این کار کردی حتما دستگیرت بکنیم، تعقیبت میکنیم، پدر تو در میاریم. ولی تو این آیه گفته که اگر پناهنده بشن و اگر هم موضع بیطرفی اتخاذ بکنن، دیگه کاری با کارشون نداشته باشیم. خیلی متشکر آقای بازرگان. این شاید این آیه رو در یه برنامه در ارتباط با ترس رو هم مطرحش کردیم، سوره انفال آیه 60. بله. که از قرار این هم آرم سپاه پاسداران رو که نگاه بکنیم، این آیه اونجا قسمتیش هست. بله. که ترجمه شانا من میگم که گفته شده که تا میتونید اسلحه و مهمات تهیه کنید و توسط اون بترسانه، ترهبون، همون کلمه ترهبون، عدو الله یعنی دشمن خدا و دشمن عدو کم. بله. این دوتا، حالا عدو کمشو میشه یه خورده قبولش کرد که خب شما به عنوان یک کشور، کشور دیگری هم هست، این مجهز باید باشید. حالا عدو اللهش اینجا یه خورده میتونه به قول معروف میسیوز بشه. که خدا رو اون کسی که این کار داره میکنه چی میبینه؟ آیا خدا هم خودش خواسته که این کار انجام بشه؟ بینید اولا جالبه که میگه اعدو لهم، نمیگه اعدو علیم. توی که برنامه ها صحبت کردیم یعنی قوی بشین، مسلح بشید، مجهز بشید به پیشرفته ترین تجهیزات و تسلیحات نظامی زمان، قوه یعنی در واقع نیرو، رباط الخیل یعنی حالا اون زمان که میگه اسبای تیزتک، اسبای در واقع سریع و سیر، حالا تو زمان ما جت و نمیدونم امثال این هست دیگه. نمیگه که مسلح مجهز بشید که کشورهای مردم بگیرید، خاکشون رو بگیرید، به دین خودتون برگردونید. میگه اونها در بیم حمله به شما همواره بمونن، یعنی قوی بشین تا کسی به شما تجاوز نکنه، یعنی به نفع اونا هم هست. اعدو لهم، علیهم هم نیست،
یعنی شما وقتی که قوی بشین اونا هم خودشون رو به درد سر حمله به شما نمیندازن که خودشون هم آسیب ببینن. میگه ارز خود میبری یا زحمت ما میداری، اونا هم به زحمت دیگه نیفتن. در واقع این هیچ نوع تعارضی نیستش، یعنی قوی بشید تا دشمنتون همیشه نگران باشه که بخواد به شما حمله بکنه. این یه امر طبیعی، همه کشورهای دنیا دنبال این هستن که ارتش خودشون رو نیرومند بکنن تا همسایگانشون جرأت حمله به اونها پیدا نکنن. در واقع دنیا که دنیا بهشت که نیست، که همه منتظر اینن که ببینن کی ضعیفه تو سرش بزنن ولی یه کشوری غلبه بکنن و منافعش رو صاحب بشن. این یه امر بسیار معقوله که هر کشوری تقویت بکنه. یک کلمه نیست دنبال این که شما قوی بشین تا بتونین دیگران رو تابع خودتون بکنین، دیگران رو به دین خودتون در بیارین، تا سرزمین اونا رو بگیرین. میگه در نگرانی از حمله به شما هم میشه باشن. اینکه باز اینم اون جنبه خشونت رو نداره. درسته، بسیار خوب. نکته سوال دیگه آقای بازرگان، باز این هم مطرح هست همیشه که این اتهام به رسول خدا حضرت محمد هست که ایشون در جنگ های متعددی، کلمه قزوم استفاده شده دیگه، شرکت کرده و در این جنگ ها هدف کشورگشایی هم بوده، همونطور هم که بعدها بعد از فوت ایشون خلفای دیگر که آمدن اونها هم این کار رو انجام دادن به کشورگشایی، حالا درست کردن یا نه. ولی خب ما بذارین حضرت رسول رو فقط نگاه بکنیم در این مورد چطور میشه، یعنی جوابی که هست قرآن میده در این مورد چی هست؟ آیا واقعا ایشون در ارتباط با کشورگشایی رفته؟ آیا پروموت به قول معروف میکرده برای اینکه عقیده رو به قبولانه باید جنگ کرد؟ ببین خود پیامبر اسلام که زمان پیامبر اسلام کشورگشایی نشد جز نامه های دعوت، یعنی اون هم در بدترین شرایط که خود مسلمان هم شرایط سختی بودند، در جنگ ظاهرن احزاب یا خندق فکر کنم موقع بود، یه اصطلاحی داره میگن که فلانی رو در دهران میدادن سراغ خون کت خدا رو میگرفت. در یه شرایطی بود پیامبر اسلام دعوت کردن، نامه دعوت به پادشاه ایران، روم، حبشه، نامه ها همه هست، مکاتیب و رسول، تمامی نامه ها هستش، هیچ کدوم تهدید به جنگ نداره، همه دعوته، دعوت به کلمه یه چیز هست، میگه اسلم تسلم و الا علیک اسم المجوسی، نامه به پادشاه ایرانه، میگه که در واقع تسلیم خدای یکتا، تسلیم منی در واقع پیوستن به اون حقیقت جهانشون بود، وگر نه گناه مردم بر توست. یک کلمه نیست که اگر این کار رو نکنی نپذیری پیامو، ما به جنگ تو میام. در هیچ همه این نامه ها وجود داره، ادعای من نیست، همه میتونن برن بخونن، مراجعه بکنن، که یک کلمه تهدید به جنگ تو اونا هست یا دعوته. اصلا در موقعیتی نبودن که پیامبر بخوان مثلا ابرقدرت روم یا ابرقدرت ایرانو. بعد از پیامبر اسلام البته کشورگشایی ها شد، جنگ هایی کردن اعراب، که خب خود اونا باید دید که کی شروع کرده. در رابطه حداقل با مملکت خودمون میدونیم که سه یا چهار نبرد اول در واقع سپاه ایرانه که برای سرکوب اونها رفته، قبل از اینکه اونها وارد بشن. جنگا تو منطقه هیره است، در منطقه در واقع بین النهرین برخوردای اینا، یعنی البته منطقه نفوذ ایران بوده اون بخشا، ولی فارس نبودن، بیشتر یا عرب بودن، پرس بودن، یعنی برای سرکوب جنبشی که به وجود آمده در منطقه‌ای که تحت نفوذ اقتدار اون موقع ایران بوده، خب عرب که حکومتی نداشتن به اون معنا، کسانی نبودن زمان خسرو پرویز برای در واقع سرکوب اون جنبش بعد از فوت پیامبر. گفتن حالا دیگه اینا رهبرشون کشتش، رهبرشون از دنیا رفته، اختلاف در
انتخاب خلیفه زمان ابوبکر بود که این حملات در واقع آغاز شد. بعدن خب شکست و پیروزی هایی بود، یواش یواش اونا موفق شدن آمدن جلو و بعدم خب وارد ایران شدن و خیلی کارا کردن. قابل انتقادم هست که آدم بگه خب این در قرآن که هم چیزی گفته نشده، چنین اجازه ای نداشتن جز دفع به صلاح مهاجم جلوتر برن. ولی بالاخره اعراب هم رو عادت و سنت قدیمی خودشون که جنگ های قبیله ای بود، کیا اومدن در ایران؟ بنی امیه بودن. چه ربطی به پیامبر داره؟ همون بنی امیه که اون بلا رو سر خاندان پیامبر آوردن، جریان کربلا رو کیا ایجاد کردن در دوران بنی امیه؟ و همون کسانی که خاندان پیامبرشون رو قتل عام کردن 72 نفر، خب چه انتظاری است که نسبت به دیگران چنین برخوردی نداشته باشن؟ یعنی تاریخ یک دین رو که الزاماً نمیشه به حساب اون دین گذاشت. بعدن خیلی کارا شد، بنی عباس هم خیلی کارا کرده، ولی چه ربطی به اصل و اساس دین داره؟ درسته به نام اسلام کردن، ولی اون چی که پیامبر کردن کشورگشایی نبود جز دعوت در واقع دیگران. بنابراین این رو به نظر من نمیشه به اون حساب گذاشت. حالا بحث این که حالا جنگای ایران و عربی ها اون دیگه خیلی مفصله، خودش رو میبره. آقای بازرگان، در ارتباط با این مسئله جنگ های نکته دیگری هم از حالا اشاره میکنند به دلاح که مورخینی گفتند که خب حضرت رسول حالا یا خودش مستقیم یا افرادش رو برای راهزنی هم میفرستاده، برای غارت اموال مردم. حالا میخوام ببینیم این از کجا در آمده که یک همچین مسئله ای رو احتمالاً اشاره میکنن که خب موقعی که حالا حضرت محمد قدرت گرفت چندین سال گذشته و اینها، حالا میتونه این کارها رو انجام بده. بله، ببینید سوالی میشه مطرح کرد. فرض کنید یک کسی اتومبیل شما رو دزدیده باشه، شما مدتی دنبالش گشتین پیدا نکردین، به پلیس هم مراجعه کردین، بعد از یه مدتی تو خیابون یه مرتبه چشمتون به ماشین خودتون میفته، میبینی همونها با یه علائمی که هست، میرین یقه طرف رو میگیرین که فرار نکنه، دست به یقه میشین و خانم اتومبیلتون رو بگیرین دیگه، یا خونتون رو مثلا دزدی زده و شناسایی کردین فهمیدین کی هست و در یه جایی مثلا یه مرتبه اون دزد رو شناسایی میکنین، میبینین مچش رو میگیرید. اگه مثلا فرض کنید کیف سامسونایتی مثلا دستش و چیزی، کیفش رو میگیرید که مثلا اگر پولی چیزی هم توشه. البته ما تو دور زمانه خودمون این کار نمیتونیم بکنیم، چون دولتی به وجود آمده، قوانینی هست، اگه شناسایی کردیم میریم به پلیس گزارش میدیم، اطلاع میدیم، پلیس بره رسیدگی بکنه و طبیعیه. ولی برگردیم به گذشته تاریخ، در 14 قرن گذشته مسلمان ها تمام خون زندگیشون رو مصادره کردن، اینا فرار کردن از مکه، در سال 13 هم فرار کردن، تو فیلم محمد هم هست اگر میبینید، ریختن خونه هاشون رو لاف و دوشک کنه، میدونن و تیر و تخته و قابله ما هرچی داشتن بردن. یعنی یه عده آواره، به تعبیر امروزی میگن لخت و پتی، اینا رو آواره بیرونشون کردن. حالا اینا آمدن تو مدینه، تو مدینه هم که دست از سرشون برنداشتن، اینا شنیدن که ابو سفیان و ابو جهل که اون ثروتمندای اون ابو چی مغیره و فلان و یه تعدادی از اینا بودن، اینا یه کاروان تجاری فرستادن به راه شام، اینا کارشون چیز بوده دیگه، تجارت بوده. خب آیا اگر حمله کردن، کسانی که حمله میکنن به یه کاروانی که متعلق به رهبران سرکوبگر و جنایتکار به اصطلاح نظامی است که آواره کرده، کشته، شکنجه داده، این اسمشو دزدی میشه گذاشت؟ آیا اسمشو کاروان زنی میشه گذاشت؟ یعنی منطق اگر ببینیم ما، یا بازپسگیری بخشی از اموال خود هست که به تاراج رفته، به غارت برده شده. بله، در تاریخ گزارش شده که مواردی بوده، همون جنگ بدر هم به دنبال همین آغاز شد دیگه، اینا اصلا اون کاروان رو هم نزدن به قول معروف،
چون به سمت اون کاروان حرکت کرده بودن، گزارش به اون ارتش مشرکین مکه میرسه، اونا هم یه سپاه سه برابر تعداد مسلمان ها میفرستن برای کشتن اینها. اینا البته به قصد اون کاروان رفته بودن، ولی وقتی در برابر اون جمع سه برابر خودشون قرار میگیرن دیگه باید با اونا میجنگیدن، ولی نیت در واقع کاروان زدن بوده. اینو دیدم خیلی از مستشرقین هم که پیامبر اسلام کاروان زنی میکرد، اینو به عنوان مثلا راهزنی دزدی. ببین این توی شرایط عادی بله راهزنیه، ولی آدمی که همه اموالشو دزدیدن که این کارو نمیشه گفت. از خود دزدا پس گرفتن یه چیزی از دزدا که اینو اسمشو کاروان زدن نمیشه گذاشت. بسیار خوب. آقای بازرگان بتونی اشاره هم بکنیم به سوره فتح آیه 29 که یه خوده که نه خیلی تنده نسبت به کفار. بله. که میفرماید محمدن رسول الله، محمد رسول خداونده، و الذین معه اشداء علی الکفار رحماهم بینهم، یعنی میگه بین خودتون خیلی رفیق و خوب باشید ولی بسیار شدید نسبت به کفار عمل بکنید. بله درست؟ بله معنیشو درست کردم من انشالله. بله خب حالا ببینیم این، خب اولا باید کفاری مشخص شده باشه که چی هستن. یعنی اگه ما اینو بیاریم در قالب زمان امروز بخوایم پی... خطرش اینجاست. بله. یعنی علت این سوال مطرح شدن اینه که آقا الان این رو ما میاریم اینجا، بنده به عنوان مؤمن حساب میشم، شما به عنوان کافر هستید، و در نتیجه من میتونم شدیدترین کارا رو نسبت به شما انجام بدم. بله خب بله، اول همینه که در واقع ببینید اون موقع یه تعریفی برای جبهه بندی های سیاسی وجود داشته، بده بت پرست بودن در واقع. حالا یه عده‌ای آمدن میگن که ما به خدای یکتا ایمان آوردیم، اینا عنوان مسلم یا مؤمن روشون گذاشتن، تسلیم به این حقیقت شدن و ایمان آوردن. یه عده‌ای کافرن، کافر نه که بگن ما قبول نداریم، ما اعتقاد نداریم، دیگر اندیش، نه شما حق ندارید، چون اینا رو میکشتن، اینا رو شکنجه میدادن. کافر بوده، ما امروز وقتی که میشنویم فکر میکنیم کافر یعنی مثلا یه آدم مثلا ایتیست که مثلا خدا رو قبول نداره، مثلا یا اگناستیک مثلا نمیدونم هست نیست، امروز اینطوری تلقی میشه، آدم دهری مثلا فرض کنید، یا اعتقادی اصلا نداره، دین نداره. کافر اصلا این معنا رو در واقع در اون زمان نمیداده، یعنی یه تعریف مشخص واضحی که اون جبهه بت پرستی که تحمل عقاید دیگران رو مثلا آزادی دین رو بر نمیتابن، تنها این نیست که چون اعتقاد ندارن، به وضوح در قرآن گفته لکم دینکم ولی دین، پیامبر بگو شما اون چی که میپرستید به خودتون مربوطه، اون چی که من میپرستم به خود من مربوطه، دین شما برای خودتون، دین من برای خودم. سوره کافرون یه قول یا ایها الکافرون، بهشون بگو لا اعبد ما تعبدون، نه شما اون چیزی که من میپرستم میپرستین، ولا انا عابدون ما عبدتون، لکم دینکم ولی دین. کاری نداشتن. یعنی کافر در اون موقع کسی است که در حالت حربی قرار گرفته، میخواد بکشه شما رو که چرا قبول ندارین اون بت ها رو. خیلی هم چیز عجیبی نیست. الان هم وقتی میگن ایده مرگ بر ضد فلان اتفاقی، طرف مسلمون شیعه همه چی رو قبول داره، فقط ولی فقیه قبول نداره، میگن مرگ بر ضد ولایت فقیه. تو زمان ما بعد از 14 قرن توی جوامع پیشرفته در دنیای مدرن طبیعی هم بوده که اون مشرکین بر نتاونی ده که اصلا پشت کردن به اون نظام بت پرستی نمیدونم قرنها که داشتن، اونا میشه کافران. یه دم مؤمنن، یه عده هم چون جامعه حالا مدینه شکل گرفته، مسلمان ها مثلا جامعه درست کردن و اقتدار پیدا کرده، اینا هم رول بازی میکنن، نقش بازی میکنن، همون کافرانن، ولی آمدن میگن نه ما قبول داریم، اینا هم بهشون گفتن منافق. اینا خطرشون هم بدتر بوده. به آدمی که دین داره و مسلمان از نظر سیاسی با شما با بنده با یه حکومت مخالفه که به این که نمیشه گفت منافق. منافق یعنی کسی که 100% اون طرفه ولی جاسوسه، در واقع داره
زیر ماسک ایمان خیانت میکنه. خب اینا تعریف ها مشخص بوده، ما نمیتونیم از اون کانتکست خارج بکنیم بیاریم تو امروز بگیم با هر کسی که بس مسلمانی عقیده ما رو قبول نداره باید اشداء بود. اصلا از اون گذشته، اشداء به معنای خشن و بدرفتار نیست. میگه محمد رسول الله، محمد رسول خدا، و الذین آمنوا معه، اونا که با او ایمان آوردن صاحب این خصلتن، اشداء علی الکفار، بر اون کفار، کفار حربی، اشداء آن شدید مقابل رحیم نیست. نمیگه با خودیا مهربونن، با اونا بغض و کینه و دشمنی دارن. شدید یعنی محکمن در زبان عربی، در مقابل لینت، سستی، ضعف، در برابر وهنه. میگه اینا در برابر اونها ضعیف و ذلیل و توسری خورده نیستن، اینا محکمن، آدمای محکمی هستند و از خودشونم رنجشی که قهر بکنن نیستن، با همه مهربون هستن. جالبه که دنبالش میگه که تو تورات و انجیل هم اینا رو داره توصیف میکنه، ذالک مثلهم فی تورات و مثلهم فی الانجیل. یعنی میگه این تیپ آدمایی که تو سری خورده، ضعیف و ذلیل نباشند، محکم باشن، با شخصیت باشن، بین خودشون هم اختلاف نداشته باشن، رحما بینهم باشن، وصف این آدما تو تورات هم هست، تو انجیل هم هست. بعد برای که ما بهتر بفهمیم، به قول معروف شیر فهم بشیم، مثال میزنه، میگه میخوام بفهمم این آدما چجوریان، که مثل زرعن، مثل یک زرع، یه دانه گندم، یه زراعت، اخرج شطعه، این جوانش رو از خاک آورده بیرون، فآزره، اینو محکمش کرده، فستغلظه، ستبر شده، فستبا علی سوقهی، رو ساق خودش، رو پای خودش ایستاده این درخت. این میگه یه جوانه، یه نهالی بوده، نهال رو پای خودش وایساده، حالا استوا پیدا کرده رو ساق خودش. نمیگه گل و گیاه دیگران رو تجاوز کرده میخواد ریشه بر همونجا. میگه یعجب و زرا، کشاورز وقتی نگاه میکنه کیف میکنه، نگاه کن چقدر نهال صاف رو پای خودش هست. یعنی در واقع با مثالی که از دنیای کشاورزی هم میزنه، میگه یک بنده خدا باید این چنین باشه، رشد بکنه، بیاد بالا رو ساق خودش، خودکفا باشه، سربار دیگران نباشه، ظلم به دیگران نکنه، خودش سایه بده، این هیچ کدوم شدت نده. این از بدآموزی هست که متاسفانه تو جامعه ما هم به شدت این خشونت طلب ازش استفاده میکنه، که آقا قرآن هم گفته ما باید اشدا باشیم با کافران. خب بگذاریم که بین خدا هم، خودی ها و هموطنان هم، روحما اصلا نیست که، هیچی اهل بغض و کینه و دشمنی و سرکوبه، و این بدآموزی و بدفهمیه که باعث شده که با جهان خارج هم یک نوع بغض و کینه و مثل این که اصلا احساس میکنن که یه آدم دیندار باید با غیر دینی سخت باشه. این به صلاح حالتی که نسبت به جهان مدرن غرب این دشمنی ها وجود داره، آدم میتونه قوی باشه، مستقل باشه، رو پای خودش باشه، یه کشور مثل خیلی کشورهای دیگه، مگه ژاپن چجوری، مگه فوش میده، مگه مرکایی میکنه، مگه چین با این همه سوابق و گذشته تاریخی که داشته، کشورهای دیگه مگه اینجوری هستن؟ چرا ما باید فکر کنیم که باید با همه حالت دشمنی داشته باشیم، همه در حال توطئه علیه ما هستن؟ قرآن که خلاف این گفته، اصلا میگه که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوا، که خدا هرگز شما رو نهی نکرده با کسانی که به خاطر دین با شما نجنگیدن و شما رو از شهر و دیارتون آواره نکردن. کجا ما نهی کردیم که با اینا روابط عادلانه اقتصادی و بر نداشته باشین؟ حتما با اونا خوبی بکنید، روابطی داشته باشین. انما ینهاکم، فقط ما شما رو نهی کردیم با کشورهایی که، با گروهایی که با شما به خاطر عقیدتون دارن می جنگن و شما رو آواره کردن از شهر و دیارتون. بازم نمیگه توصیه کردیم بجنگین، ان تولو ولایت اینا رو نپذیرین، یعنی نرین زیر چتر حمایت اینها، زیر سایه قدرت اینها. اون چیزی که آیم قرآن هم تطور ممتنین توصیه کرده، استقلال، استقناس و به صلاح اقتدار یک کشور بدونی که سر جنگ با کسی داشته باشه. همین که بدن آدم قوی باشه
میکروب نمیتونه در آدم کارگر باشه. قرآن میگه بدنتون رو قوی بکنید، با کسی هم جنگ نداشته باشین، سلامت خودتون حفظ بکنید. خیلی متشکر آقای بازرگان. در ارتباط با جهاد هنوز باز مطالبی هست که میشه صحبت کرد، شاید در یک نوبت دیگری، ولی من فکر کنم اندازه کافی در این جلسه تونستیم مطالب رو خدمت بینندگان عزیز عرضه کنیم. از اینکه کمک کردید در این برنامه تشکر میکنیم و شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنیم که ساعتی با ما بودید. امیدواریم مورد توجه قرار گرفته باشه و امید به دیدار شما در برنامه دیگری داریم. خدا نگهدار شما. خدا حافظ و نگهدار. شب و روزتون بخیر.